بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. این برنامه از طرف کانون آوا به شما تقدیم میشه و دوستانی که قبلا در سازمان مجاهدین بودن و امروز به عنوان جدا شده ها هستن، البته سازمان مجاهدین اینها رو بریده میگه، بعضی ها میگن منشعبین، اونایی که انشعاب پیدا کردن و به اصطلاح از سازمان جدا شدن چون دیدن اون ایده و امید و آرزو و اساسنامه‌ای رو که خونده بودن اونها دنبال نکردن و خسته شدن و آمدن بیرون با من و شما قصه های قصه هاشون رو در میون میذارن و هر کس مایل باشه میتونه این دوستان ویدیوهای قبلیشون رو در کانون آوا، در بایگانی اونها یا در صفحه بایگانی تلویزیون مردم ببینید، برنامه ها رو دنبال کنید، با این دوستان تماس بگیرید. امروز با آقای علی جهانی هستیم از آلمان، ایشون فعال حقوق بشر هستن از کانون قلم آلمان و در دو رابطه میخوان با شما صحبت کنند. یکی نگاهی داشته باشن به وضعیت اسفبار سازمان مجاهدین و آینده اون و دیگری توافق اتمی ایران و غرب و مواضع سازمان مجاهدین خلق. اجازه بدید چون امسال ایشون نبوده هنوز در برنامه ما، بهشون خوش آمد بگم، سال نو رو تبریک بگم و سلام کنم. آقای جهانی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، ما هم پای صحبت‌های شما هستیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروی و سال نو رو هم به شما تبریک عرض میکنم و همچنین به بینندگان محترم و عزیزش این تلویزیون مردم سال نو رو تبریک میگم و همچنین خیلی بهشون ازشون تشکر میکنم که حوصله به خرج میدن و به عرایض بنده گوش میدن. من در خدمتم، اگر چیزی ندارید من اگر شما لطف کنید درباره تاپیک یا موضوع اول که امروز هم در هم کانون آوا نوشته شده بود هم روی فیسبوک ما گذاشته شده بود نگاهی داشته باشید به وضعیت اسفبار سازمان مجاهدین و آینده اون. چرا اصلا این وضعیت رو شما اسفبار میدونید یا مینامید؟ من همونطوری که عرض کردم مقدمتا میخواستم بگم که این سازمان به اصطلاح مجاهدین که الان تقریبا تبدیل شده به سازمان مسعود مریم، سازمانی که در وضعیت بسیار اسفناکی الان قرار داره توی عراق، کشور ناامن عراق. خب همونطور که همگان میدونند این سازمان بخاطر دنبال کردن یک استراتژی غلط و رفتن به عراق و سوار شدن روی جنگ، خلاصه وضعیتش، یعنی وضعیتش همچنان داشت رو به وخامت می رفت که وقتی که دیگه صدام هم سرنگون شد این وضعیت شتاب گرفت، وضعیت وخیمش و با از دست دادن قرارگاه اشرف و همچنین بعدش هم خلصلا و قرارگاه اشرف و الان هم که کمپ لیبریتی و عراق، کشور ناامن عراق هست، تو وضعیت بسیار ناامنی قرار داره یا واقعا اسفباره. و یکی از دلایل اصلی رو هم بگم، همونطور که تجربه نشون داده سازمان در شرایطی که بسیار هیاهو میکنه و بسیار چی میگن جیغ و داد را میندازه، این نشانگر اینه که وضعیتش بسیار وخیم و اسفناکه. شما الان توجه میکنید که مثلا این روزای پشت سر هم فراخوان‌های انواع اقسام فراخوان میده، نمیدونم یه دستگاه پیروز شمار هم داره که پشت سر این فراخوان ها پیروزی اعلام میکنه، از اون بعد نمیدونم پشت سر هم در حالی که مثلا کشورهای پنج بلاوی یک داشتن با ایران مذاکره میکردن، اینها پشت سر هم سایت کشف میکنن توی ایران به دروغ. خلاصه این مطرح کردن خودشون، میخواستن خودشون اینجوری مطرح کنن و این هیاهو کردن خودش نشانگر اینه که وضعیتشون بسیار وخیم و اسفبار. ولی من میخواستم کلن یه نگاهی بندازم به وضعیت سیاسی استراتژیکی و وضعیت اجتماعی و
کلن تشکیلاتی و نیروی این سازمان تو این برهه از زمان. نخواست میخواستم به رهبری، وضعیت رهبری این سازمان. ببین هر سازمان یا حزبی با یک رهبری ذی‌صلاح میتونه جلو بره و با خودشو با به قول معروف بروز کنه یا آپدیت کنه و پیش بره. ولی رهبری این سازمان خب میدونین که همونطوری که میدونین خودش هم بارها تو نشسته با ما میگو که من یک دانشجوی نمیدونم سوسولی بیش نبودم که جذب سازمان شدم از طریق بنیانگذاران به طور خاص حنیف نژاد. بعدش هم که رفت زندان طاقت هیچی رو نداشت و خیانت کرد به همون بنیانگذاران و توجیهش هم این بود که من حنیف نژاد گفته که هر کس هر کاری کرده بندازه گردن من چون من به هر حال اعدام میشم و این توجیهش این بود به خاطر همین مثلا همه بنیانگذارا رو لو داده بود و خیانت کرد بهشون و بالاخره رهبری این سازمان رو به دست کرد. و از این طرف میبینیم که تو هر برهه‌ای از این تاریخچه سازمان رو که نگاه کنید بعد از اینکه این مسعود رجبی رهبری این سازمان رو بوده گرفت، هر از گاهی که احساس خطر کرد یا اینکه مثلا دید اوضاع بر وفق مرادش نیست، نیروها را ول کرد و یا فرار کرد یا اینکه الان هم که میبینیم تو مخفی باشه. مثلا تو برهه سال 60 دیدیم که خب سازمان یک رشد و فضای سیاسی که وجود داشت یه رشدی کرده بود به قول معروف رشد بادکنکی و بعد این نیروها رو بی‌دفاع ول کرد و اوضاع رو پرستید و رفت فرانسه. بعدش هم اوضاع تو فرانسه برای مرادش نبود، اومد عراق. بعد از سرنگونی صدام هم که دیدیم الان هم حدود بیش از یک دهه است که تو مخفیگاه به سر میبره و این نیروهای بی‌دفاع رو به امان خدا به قول معروف ول کرده است. این از وضعیت رهبری سازمان. خب با این رهبر با این وضعیتی که یک رهبری که مثلا به قول معروف صلاحیت نداره، خب معلومه این بلاز رهبری، پس وضعیت سازمان الان چی؟ استخباره. نکته بعدی میخواستم اشاره کنم استراتژی سازمان، وضعیت استراتژی. خب سازمان اصرار داره روی همون استراتژی جنگ مسلحانه و مبارزه مسلحانه و به قول معروف ترور و خشونت، در حالی که این استراتژی جنگ های چریکی و مبارزه مسلحانه بعد از سیاست پروتریکا و اون سیاست پروتریکایی که گورباچوف مطرح کرد و بعد فروپاشی بلوک شرق، دیگر گروهایی که جنگ های چریکی میکردن یا نابود شدن از بین رفتن یا اینکه شیوهاشون عوض کردن، شیوه های مبارزشون عوض کردن. ولی این سازمان علی‌رغم اینکه خودشون میدونه به طور خاص رهبری این سازمان خودشون میدونن که این استراتژی دیگه شکست خورده و به قول معروف این کشتی به گل نشسته است و بن‌بست کامل قرار داره، ولی اصرار همچنان اصرار دارن روی این استراتژی و همه ساله میبینیم که این سال روز شروع مبارزه مسلحانه رو جشن میگیرن و همچنین که شما مطلع هستید اواخر هم پشت در هم خطی را که مریم رجبی دنبال میکنه، اینکه مثلا 10% از سلاحان رو تحویل بدید که ما برای امنیت بتونیم امنیت این نیروهایمون رو تو لیبریتی کمپلیبریتی تأمین کنیم. معلوم نیست شما که اون موقع این همه سلاح داشتی با پشتیبانی همه جانبه صدام حسین نتونستی کاری بکنید، حالا چطور میکنیم با 10% از سلاح ها با اون نیروها این کار رو بکنید؟ خب این خب جای سوال داره. اینم از وضعیت استراتژی سازمان. به لحاظ تشکیلاتی خب سازمان هم یه زمانی من تو نشستم یادم است رجبی خیلی روی تشکیلات سازمان میگفت این تشکیلات ما آهنین است و ال هست و بل و هیچ کس ازش جدا نمیشه و هیچ
این اواخر هم که بعد از انقلاب کذایی به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیک مریم میگفت که هیچگاه سازمان منشعب نخواهد شد، یعنی انشعاب که این سازمان صورت نگیره، انقلاب اومده آببندی کرده و سازمان تشکیلات رو نمیدونم آبدیده کرده و از این حرف. ولی ما دیدیم که تشکیلات به طور خاص بعد از چیز اومدن آمریکا تو عراق و سرنگونی صدام، ریزش این تشکیلات و اون به قول خودشون چسب آهنینی که خودشون میگفتن کاملا وارف و ریزش زیادی تو این سازمان صورت گرفت. و همچنین دیدیم که مثلا حتی انشعاب صورت گرفت این سازمان، چیزی که رجبی همیشه میگفت محاله و هیچ موقع صورت نمیگه. همینم از وضعیت تشکیلاتیه که واقعا تو وضعیت اسفباری است و الان بند رو بند این تشکیلات سازمان رو هم نیست و داره از هم میپاشه و بالاخره میبینیم که اون به قول معروف چی میگن، اون تشکیلات تار عنکبوتی که ایجاد کرده بود دیگه وجود نداره و داره از هم میپاشه. به لحاظ نظامی ببینید، یک سازمان یا به قول خودشون ارتش آزادی بخش، وقتی میگیم نظامی ارتش یا چیز، باید یه ارتش که میگیم تشکیل شده از سه تا، شما که تو ارتش تشکیل داشتیم میدونی که ارتش معمولا ارتش ها تشکیل شده از سه تا نیروی نظامی، نیروی زمینی و دریایی و هوایی. این که دریایی هواییش رو نداره، یه نیروی نظامی حدود 3000 خورده نفر بودن. خب این نیروها الان که سلاح ندارن، قرارگاه یا همون پایگاهی که داشتن اونم ندارن. بعدش هم این نیروها عمدتاً اکثریتشون بیش از 50 سال سن دارن، یعنی ارتش به قول معروف سال خورده هستن. بعدش اکثر همین افراد سال خوردن مریض هستن و اصلا توان سلاح به دست گرفتن ندارن. خب این وضعیت نظامیش، هیچ توی یک کمپی محصور شده و نیروها منتظرن که منتقلشن به یک کشور ثالث. خب این وضعیت، با این وضعیت نظامی خب مشخصه که وضعیت اسفباره، یعنی واقعا نمیشه بهش گفت ارتش. به لحاظ سیاسی خب همه میدونن که بارها هم صحبتش شده که سازمان بعد از اینکه مسعود رجوی به طور خاص این انقلاب نمیدونم کذایی مریم رو راه انداخت، دیگه سازمان مجاهدین به صفت یک سازمان انقلابی سیاسی مطرح نبود. سازمانی بود، سازمانی فرقگرا که عملکرد فرقگرایانه داشت و داره و هیچ گونه استقلال سیاسی هم نداره. و شما میدونید که بقول یکی از دوستان میگفت که این حزب باز شده است، یه هر طرف باد ببزه به اون طرف متمایل میشه. یه روز میبینید که مثلا یعنی هیچ چپ راست سیاسی تو موزگیری هاش وجود نداره. یه روز میبینید از گروه های تروریستی نظیر داعش تحت عنوان اشعار انقلابی عراق حمایت میکنه، روز بعد میبینه اوضاع وضع خرابه و همه دارن محکوم میکنن، ائتلاف تشکیل شده، ائتلاف جهانی تشکیل شده علیه این گروه تروریستی و عملیات وحشیانش. میاد میگه نه محکوم میکنه. یه روز میبینید از گروه تروریستی تو سوریه دفاع میکنه، یه روز میاد نمیدونم از ولایت فقیه رو، ولایت فقیه ایران هم زیر انتقاد میگیره، روز بعد نامه مینویسه بهشون، به رفسنجانی نمیدونم به خامنه ای بهشون نامه راجع به همین انتخابات، این آخرین انتخابات ریاست جمهوری بود، یه نامه نوشته بود. منظورم اینه که چی چپ راست سیاسی توش وجود نداره و همش در یک سردرگمی عجیبی قرار گرفته، به طور خاص رهبری این سازمان و همش هم وابسته به
یعنی دلخوش اینه که وابستگی داشته باشه به این آویش، به این قدرت خارجی، به اون قدرت خارجی، و منتظر باشه که به قول معروف یکی بیاد این رژیم ایران رو سرنگون کنه، واسه تقریب اینا بکنه، و هیچ موضع سیاسی مستقلی نداره. اینم از وضعیت سیاسی این سازمان. به لحاظ اجتماعی خب همه ما میدونیم که سازمان به همین دلیل که همیشه تکیه به قدرت خارجی داشته، از اون زمان که سوار جنگ ایران عراق شد، در حالی که حتی سلطنت طلبها هم این جنگ را محکوم میکردن، جنگ ضد میهنی، این سوار جنگ ایران عراق شد و رفت با صدام دیکتاتور منطقه علیه مردم ایران وارد جنگ شد، به طور خاص و تو اون عملیات مرزی به سربازکشی پرداخت و حتی تو عراق هم به کلکشی و اینا دست زد، دیگر مورد تنفر و انزجار شدید آهاد مردم ایران و مردم عراق قرار گرفت و هیچ نه تنها هیچ پایگاه اجتماعی برخوردار نیست به خاطر این عمل کرده خیانتکارانش، بلکه به شدت هم مورد تنفر قرار گرفت و از لحاظ جایگاهی در اپوزیسیون، علارغم که ادعا میکنم تنها آلترناتیو هست، جایگاه بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور هم برخوردار نیست و هم ازش متنفرن و فاصله میگیرن، چون این گروهی هست که به طور خاص رهبریش با کیش شخصیتی که داره و اون غرور و خصلت دیکتاتور معاونه ای که برای خودش قائله، هیچ گروهی اون رو به عنوان اپوزیسیون قبول نداره و به قول معروف از هیچ جای اینم از هیچ جایگاهی برخوردار نیست، اینم از موقعیت اجتماعی بسیار ضعیف و چی میگن در نقطه صفر قرار داره به لحاظ اجتماعی، یعنی توی جامعه هیچ جایگاهی نداره، نه بین مردم، نه بین روشنفکران و اپوزیسیون سیاسی داخل و خارج کشور. آقای جهانی اگه اجازه بدید من به دوستان بیننده بگم که چه امروز که برنامه به صورت زنده پخش میشه، چه در روزهای آینده که هر روز این برنامه بازپخش میشه، و چه واقعی که در یوتیوب و بایگانی کانون آوا و یا بایگانی تلویزیون مردم برنامه رو میبینن، اگر پرسشی داشته باشن میتونن بپرسن، اگر نظری داشته باشن میتونن مطرح کنن از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، از طریق تلفن و از طریق تماس مستقیم با شما عزیزان. یکی از دوستان که الان برنامه رو داره تماشا میکنه میپرسه که آقای سربی از مهمان برنامه بپرسید سرنوشت آن 7 نفر که به اسارت در آمدند چه شد؟ آیا احتمال دارد در ایران باشند؟ در ضمن چرا افراد سینه چاک و طرفدار مجاهدین مانند خانم نریمان و آقای فیلابی و غیره تأکید میکنند جزو مجاهدین نیستند و فقط طرفداری ساده هستند؟ انگار خودشان هم به مجاهد بودن اعتقاد ندارند و از مجاهد بودن وحشت دارند و طرفدار بودنشان هم فقط برای منفعت مالی است. برنامه‌ای که خانم نریمان در مردم تیوی داشت به این موضوع تاکید کرد و در برنامه به سوال‌هایی جواب می‌داد که به نفعشان بود. با تشکر، رضا از انگلستان. اجازه بدید در رابطه با اون برنامه به خصوص و خانم نریمان بگم که اون زمان سازمان مجاهدین جزو یعنی توی لیست تروریستا بود و اینهایی که تو آمریکا هستن مجبور بودن بگن که ما جزو سازمان نیستیم و هوادار هستیم، چون اگر میگفتن که ما عضو سازمان هستیم، عضویت در یک سازمانی که در لیست تروریستی باشه دردسرهای قانونی براشون داشت. ضمن این که بعد از اون ماجراهای آقای قسیم و دکتر روحانی و اینها، فکر کنم این دوستان هم یواش یواش دوزاریشون افتاده که سازمان مجاهدین هیچ قدمی به جلو نمیتونه برداره و هر روز به قول شما به جای ارتش آزادی خواه تبدیل شده به خانه سالمندان و مشکلاتش بیشتر و بیشتر میشه. من ساکت میشم، شما اگر در این رابطه اون 7 نفری که اسیر شدن یا از اونجا تو اون ماجراها
به اصطلاح رفتن و دیگه هیچ خبری نیست. جالب اینجاست که از اون 42 نفری هم که باقی موندن هیچ وقت ندیدیم که مصاحبه‌ای باشه، صحبتی کنن که چه گذشت اون حملاتی که شد به اونجا. من ساکت میشم، شما بفرمایید. عرض کنم خدمتتون، والا این 7 نفری که خودشون مطرح کردن هیچ خبری نشد و من نمیدونم واقعا همچین چیزی اتفاق افتاد که این 7 نفراتی بودن که به اسلام مفقود شدن یا اصلا چیزای تبلیغاتی سازمان بود که یا بعد از مدت اصلا دیگه خودشون هم هیچ خبری در مورد اونها پخش نمی کنن. من تو این رابطه هیچ اطلاعی ندارم که اصلا اصل خبر واقعیت داشته یا اینکه اصلا چیزای تبلیغاتی سازمان. راجع به این افرادی مثل نظیر فیلابی و نمیدونم این افراد باقی مونده تک و توکی که تو شورا موندن، از شورا که میدونه شورا اکثرش از نفرات سازمان هست، یا تعداد انگشت‌شماری مثل فیلابی یا ازارخانی اینا باقی موندن، اینا هم خب چیه مزد بگیره سازمانم. یه سری من خودم توی نشستاشون بودم، دیدم از نزدیک اینا یه سری چیزایی رو بهشون دیکته میکنن، میگه اینا رو باید مطرح کنی، مثلا بیا اینجوری مصاحبه کنی، این نکات رو باید بگی. اینا هیچ خودشون هیچ استقلال فکری ندارن. مثلا این آقای فیلابی فردی سیاسی که نیست، یه ورزشکاری بود و بعدش هم الان مزد بگیره ایناست و حرفای اینا رو بقول معروف حرفای دیکته شده اینا رو مطرح میکنه. و اینکه خودشون هم مجاهد نمیدونن، شاید هم بقول شما فرمایشات شما راهی برای خودشون باز گذارتن که یه روزی بتونن از اینا فاصله بگیرن و اینطوری دارن فاصله خودشون رو با اینا نشون میدن، چون اینا معلوم است هیچ آینده این سازمان نداره. من هم داشتم خدمتتون عرض میکردم به لحاظ نظامی و سیاسی و اجتماعی و حتی عرض کنم به لحاظ نیرویی. الان شما گفتین ارتش واقعا خانه سالمندان شده است. ببین به لحاظ نیرویی سازمان در سال 60 بعد از انقلاب در سال 57 بهمن 57 با سوء استفاده از فضای باز سیاسی یک رشد بادکنکی خوبی کرد، حتی میتونست توی 30 خرداد نیروی قابل توجهی را برای تظاهرات به خیابان‌ها بکشه. ولی خب این رشد بادکنکی بود. بعدش هم این سازمان اومد همجوری ادامه داد. وقتی که رسید به عراق، یعنی استراتژی خودش رو سوار کرد رو جنگ ایران عراق و رفت سمت صدام و اونجا این نیرو افت کرد و ریزش نیرو شروع شد و بعد نه تنها دیگه نیروی جدیدی الان وارد سازمان نمیشه، بلکه همون نیروهایی که موندن یا دارن به شدت ریزش میکنن یا هم که تبدیل شدن به افراد سال خورده و که دیگه توانه حتی دست گرفتن یک سلاح پلت کمری رو هم ندارن. در نشه بلاز نیروی سازمان الان در واقعا در وضعیت بسیار اسفناکی قرار داره. یه زمانی مسئول رجبی میگفت که ما میخواهیم، یادمه تو همون عملیات داخلی که راه انداخته بود، میگفت میخواهیم 10,000 تا نیرو بیاریم، نیروی جوان، و تکیه میکرد همیشه این نیروهای جوان رو باید بکشیم به سمت خود، زنان و جوانان. ما الان هیچ خبری از این نیرو، حتی دریغ از یک، حتی مثلا اون موقع حتی از خارج کشور هم یه سری نیروها رو به سمت سازمان میکشندن و میآوردن، ولی الان دیگر هیچ ورودی نداره و شدت هم داره ریزش میکنه و بلازه ریزش نیرویی روز به روز این سرعت تصاعدی پیدا کرده. و یک نکته هم وضعیت در ادامه بررسی وضعیت اسفبار سازمان میخواستم عرض کنم، وضعیت تبلیغاتی سازمان. وضعیت تبلیغاتی سازمان بسیار خنددار و خیلی تو سطح پایین است که حتی یک رسانه دست چندم خبری چنین وضعیتی رو نداره. سازمان میدونه که یه تنها رسانهش یه به قول معروف سیمای آزادی، تنها رسانه‌ای که تبلیغات و تبلیغاتش هم بسیار خنددار و مسخره است که اصلا جایی در بین رسانه‌های خبری نداره و واقعا یعنی یک رسانه تبلیغی محسوب نمیشه.
ببینید مثلا میاد به طور مثال فراخوان میده برای نمیدونم چهارشنبه سوری و میگه که بعد از این فراخوان بعد از پایان چهارشنبه سوری میگه که مردم به خیابان ها ریختن آتش روشن کردن. خب این نیاز به فراخوان نیست، سال هر سال مردم این جشن رو گرامی میدارن، نیاز به فراخوان و شما نداره و این اصلا پیروزی هم میده. بعدش میاد این اعلام پیروزی میکنه و این میگه این بر اثر فراخوان ما بوده و این تبلیغات ما باعث شده مثلا این مردم چنین جشنی بگیرن، چنین بیا خیابانا ریختن و فلان کردن بسار کردن آتش روشن کردن و نمیدونم. یعنی مثلا یا مثلا میاد در اوج مذاکرات هسته‌ای میاد چیز سایت کشف میکنه، آخر نه شما نه ماهواره نه از این چیزایی دارید که بتونید رصد کنید سایت های اتمی ایران ها. آخه شما از کجا میتونید مثلا همچین خبری رو چیز کنین، مثلا سایتی رو کشف کنین؟ معلومه خب دروغه. اینه هیچ کس حتی آدم عادی جامعه هم این خبرها و این تبلیغاتشون رو باور نمی کنن. خودشون هم میدونن که چیز نیست، باور نه. حالا برای مصرف داخلی، برای اینکه خودشون مطرح کنن، برای خودشون سرپا نشون بدن، به قول معروف اینطوری میان تبلیغات، یعنی تبلیغاتشون هم بلازه تبلیغاتی هم خواستم بگم خدمت شما عرض کنم که در نقطه زیر صفر قرار دارن. حالا با توجه به این اوضاع احوالی که من خدمتون عرض کردم، آیا چنین سازمانی در وضعیت اسفبار قرار نداره؟ خب معلومه. ببین چنین سازمانی که نه تنها نتونسته به دلیل همین وضعیتی که این چیزایی که عرض کردم به لحاظ استراتژی، به لحاظ رهبری، به لحاظ سیاسی، چیزایی که عرض کردم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز، چنین سازمانی به جای اینکه بیاد خودش رو با واقعیت‌های جهان امروزی وقف بده، اومده چیکار کرده؟ برخلاف جهت آب درش شنا میکنه. خب معلومه این روز به روز به سمت نابودی و به سمت فروپاشی کامل پیش میره. و بعد این وضعیتی که من عرض کردم مسلمان، خب سازمان دیگر جایی توی جامعه کنونی ایران نداره. ببینید به خاطر همین هست که ما میبینیم مثلا الان تو قسمت بعدی عرایزم خدمت شما عرض میکنم که مثلا به خاطر همین ما میبینیم مثلا در حالی که مردم ایران به خاطر توافق هستیم بیان جشن میگیرن، پایکوبی میکنن تو شهرهای مختلف ایران، ایشان میان مخالفت میکنن و معلوم نیست اینا از طرفدار کدوم جامعه، کدوم ایران هست، کدوم خلق قهرمان به قول خودشون هستن. یعنی نشون میده اینا هیچ خاطر همین وضعیتی که در دوچارش هستن، به خاطر اون افکار فرقه‌گرایانه و اون تنگ نظری که تو رهبری سازمان وجود داره، اصلا نمیتونند با جامعه امروزی ایران همگام باشن. دانشه خودشون دارن به سمت حذف میرن، یعنی دارن حذف میشن. من همینو میخواستم عرض کنم که چنین سازمانی نه تنها آینده‌ای براش متصور نیست، بلکه از همین الان معلوم است که هیچ راه جلویی نداره و به سمت فروپاشی کامل داره پیش میره. در اینجا اگر شما عرضی و سوالی ندارید، من خواستم برم قسمت دوم برنامه. خیلی ممنون. لطف کنید در رابطه با توافق اتمی ایران و غرب و مواضع سازمان مجاهدین خلق صحبت کنید. بله. ببینید جناب آقای سوالی، بعد از بیش از 8 سال این مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و پنج بلاوی یک صورت ادامه داشت و خلاصه این مناقشه‌ای بود که رومیز ایران و کشور غربی قرار داشت، بالاخره در بعد از این ریکان آمدن دولت جدید ایران
و مذاکرات فشرده‌ای که صورت گرفت این مدت خلاصه به یک توافق نیمبندی توی شهر لوزان سوئیس دست یافتن و داره نهایی شدنش بکن من تا 3 ماه دیگه است که قراره مثلا به توافق برسند. و اما تو این رابطه خب ما همونطور که شما هم تو خبرها میبینید 3 تا گروه هستن که با این توافق مخالفه، توافقی که مقدمه توافق نهایی است. یک گروه همون در واقع اسرائیل و گروه های افراطی توی اسرائیل هستن، از جمله نخست وزیر اسرائیل. خب دلایل خاص خودشون دارن و ماهیتشون هم مشخصه و هیچ جای سوال و تعجبی نداره از مخالفتشون، دلیل دشمنیشون با ایران و موازه سیاسیشون. یک گروه هم گروه های مثلا جناح‌های افراطی از تو حزب جمهوری خواه آمریکا هستند که جنگ طلب هستند و عمدتاً هم از این سیاستمدارای ورشکسته و به قول معروف از جمله لابی های سازمان مجاهدین هم هستند. خب اونا ماهیتشون مشخصه و علناً هم اونا هیچ ابایی ندارن که خودشون رو جنگ طلب معرفی کنن و اصلا حزب جمهوری خواه شما اونجا تشریف دارین بهتر میدونین که اصلا حزب جنگ طلبه. ما تو زمان بوش و بوش پدر و بوش پسر شاهد ماجراجویی‌ها و جنگ طلبی‌هاشون بودیم که اصلا اونا راه حلشون راه حل نظامی و جنگه، اصلا دنبال این راه حل‌های مسالمت آمیز و گفتگو دنبال این چیزا نیستن. و الان هم به دلیل شرایط انتخاباتی نزدیک توی آمریکا اینا تو انتخاباتیشون در رقابت با حزب دموکرات و به طور خاص رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دارن مثلا سر این توافق ما هم جنگ ستیز میکنن. خب اونا ماهیتشون مشخصه و هیچ جای سوال نداره و طبیعی و اصولا تو دنیای دموکراسی هر سیاستی هر کاری یک سری مخالفت ها داره، یک سری انتقاد ها و یک سری موافقین داره و مخالفین داره و این جای شک و چیزی نیست، هیچ شک و شکوهی توش نیست و جای تعجب هم نیست. و اما در میان یک سازمان مجاهدین هست به اصطلاح سازمان به اصطلاح مجاهدینی هست که با این توافق کلن با مذاکره با یعنی با راهحل‌های مسالمت‌آمیز برای حل مناقشه هسته ایران مخالف هست بوده و تو این راستا از هیچ کارشکنی هم چیز نکرده، دریغ نکرده. خب تعجب تو اینه. ببینید من سوالم از خود مجمع رجوی، از مسعود رجوی، از سران فقه رجوی هست. خب شما این تناقض توی این تناقض چطوری حل میکنید؟ ببین شما از یه طرف میگید ما طرفدار خلق قهرمان ایرانی، ما داریم برای آزادی این خلق میجنگیم، ما فرزندان این خلقیم. خب ببین همین خلق، اکثریت این خلق بعد از این توافق هسته‌ای، توافقی هنوز نهایی هم نشده، میان تو خیابونا جشن رادی میکنن، میان از نمیدونم از همون وزیر خارجهشون استقبال میکنن، میان جشن و پایکوبی را میدازن. خب شما که مگه طرفدار همین خلق نیستید؟ خب شما این تناقض رو چطوری حل میکنید که مثلا میان مخالف رد میکنید و بعد همسو میشین با سیاست های اسرائیل و جناح های جنگ طلب حزب جمهوری خواه تو آمریکا؟ آیا اسرائیل و سیاست های اسرائیل و سیاست های حزب جمهوری خواه کلن جناح های جنگ طلب تو آمریکا سیاست هایی هست که منافع مردم ایران دنبال میکنه که شما با اونا همسویی میکنید؟ واقعا این تناقض رو نمیدونم چطوری میخوان جواب بدن و هیچ موقع هم نمیان جواب بدن اینا رو که ما چطور. آخه ببین
و از یه طرف مردم ایران هستن و یک سری جناهای از بخشی از حکومت ایران هستن که دنبالن یه راه حل نظامی، دنبال راه حل سیاسی هستن، مسالمت آمیز هستن، به قول ما رو اصلاح طلبانه هستن. از این طرف شما هستین که مقابل مردم ایران قرار گرفتین، مقابل از اون طرف خودتون رو نمیدونین آخه دموکراسی، مگه دموکراسی شاخصش این نیست که آدم مسالمت آمیز باشه، اصلاح طلب باشه، نمیدونم. یعنی مگه میشود با سلاح به دموکراسی رسید؟ مگر میشه با جنگ و خونریزی به دموکراسی رسید؟ مگه تا حالا اینطوری شده؟ خب یه کشور کوتاه میکنن، آره، مثلا میاد یه صدام میاد از طریق کوتاه میشه علال چی میان مادام الان میشه رئیس جمهور عراق تا یک کشور دولت قدرت خارجی بیاد از بین ببره. خب اگر شما واقعا به دموکراسی و آرای مردم، اکثر آرای مردم نظر دارید، هر نظری هم داشته باشید شما باید به نظر مردم ایران احترام بذارید. خب چرا این کار رو نمی کنند؟ خب معلومه، خب این خودش نشون میده که شما بازیچه دست لابی های نمیدونم صهیونیستی و این شبکه های اطلاعاتی غربی هستید، اطلاعاتی و امنیتی غربی هست. و یه تناقض دیگه سر تحریم. ببین مگر این الان حدود 8-9 ساله که مردم تو ایران تو تحریم سنگین هستن. ببین وضعیت تحریم چیه؟ دارو، چیز داروهای واقعا ضروری به دست مردم نمیرسه به خاطر همین تحریم ها و کلی مرگ و میر داشتیم توی این رابطه. یا اینکه مثلا همین یه مورد دیگه، قطعات هواپیما نمیرسه، کلی چیزای سامانه هوایی داشتیم، کلی اینطوری مردم از می رفتن. خب شما میایین موافق تحریمی میگین باید تحریم بیشتر بشه. خب این توی این تحریم بیشتر بشه آیا مردم، مگه جز مردم ایران کسی دیگه ضرر میکنه؟ خب اونایی که قشر مرفع هستن و وضعیتشون خوبه که هیچ ضرری نداره، من میتونم وضعیتشون چیز شد بارشون رو ببندم برن یه طرفی و از زیر بار تحریم نباشن. و این قشر محروم اکثریت مردم ایران بودن که زیر بار تحریم بودن. حالا با این توافق داره دریچه باز میشه که این تحریم رو برداشت میشه. آیا شما نباید خوشحال بشید؟ واقعا آدم نمیدونه که مثلا این تن سازمانی که خودش رو به قول معروف سینه چاک قلب قهرمان میدونه، میگه من برای این مردم میخوام آزادی بیارم، بعد اینطوری میاد همسویی میکنه با سیاست اسرائیل و سیاست های جناح جنگ طلب توی حزب جمهوری آمریکا و در مقابل مردم ایران وای میسته، آدم نمیدونه. خب این نشان از چیست؟ این آیا نشان میده که این سازمان سازمان انقلابیه یا یک سازمان چی میگن تروریستی و فرقه گرایانه عمل میکنه و واقعا داره؟ البته اینا تو جنگ ایران و عراق از زمانی که رفت عراق و اون سوار شد، استراتژی رو خود رو سوار کرد روی جنگ ایران و عراق، از همونجا این دیوار کج را بنا نهاد و خیانتش رو به مردم ایران شروع کرد و در مقابل مردم ایران قرار گرفت. و این دلیل اصلی هست که الان وضعیت سازمان واقعا اسفار شده و واقعا توی فروپاشی کامل قرار گرفته است. و ما الان شاهد هستیم که یه مقدار نیرو توی کمپی به نام کمپ لیبرتی تو کشور ناامن عراق هستن و اینا منتظرن که منتقل بشن. الان هم تعداد زیادشون هم منتقل شدن به آلبانی و سازمان دیگه هیچ چشماندازی برای آینده خودش نداره. و الان تنها چیزش اینه که مثلا به طوری
بتونه همچنان این نیروهای سالخورده را تحت عنوان ارتش آزادی بخش برای خودش حفظ کنه. و واقعا من سوال داشتم از خانم رجبی، واقعا شما که این همه سنگ نمیدونم حقوق بشر را به سینه میزنید، خود را مدافع سرسخت حقوق بشر میدونید و نمیدونم خودتون را دموکراتیک به اصطلاح وانمود میکنید که خیلی روی دموکراتیک هستین، طرفدار دموکراسی هستین، آخر چطوری این تناقض را حل میکنید؟ به قول یکی از دوستان نوشته بود توافق در لوزان، پایکوبی در تهران، تناقض در سازمان. واقعا آدم نمیده این تناقض چطوری حل میکنن اینو. بله من دکتر، من اگر چیز سوال نداری من ادامه بدم. من سوالی ندارم، فقط اجازه بدید به دوستان بیننده یادآوری کنم که اگر سوالی دارن یا نظری دارن میتونن مستقیما با شما دوستان از طریق فیسبوک های شما یا از طریق سازمان شما تماس بگیرن، یا اگر براشون ساده تر هست که با شماره تلفن تلویزیون مردم تماس بگیرن پیام بذارن، یا اینکه ایمیل بفرستن، یا با کانون آوا در تماس باشن و تا حالا دوستان و شما هر وقت سوالی پرسشی بوده آمدید و دربارش توضیح دادید و همونجوری که گفتید ما سعی کردیم که مثل سازمان مجاهدین نباشیم که هیچ کس حق پرسش نداشته باشه یا پرسش ها رو بدون پاسخ بذاریم. ممنونم از شما، بفرمایید. البته این تناقض اصلا کلن سازمان به هیچ تناقض و به هیچ سوالی تا به حال جواب نداده و تجربه نشون داده با آینده هم جواب نخواهد داد. دلیل یکیش هم اینه که جوابی ندارم بدهم، دوم به خاطر اینکه اینها به خاطر اون غرور مفرطی که دوچارش هستن خودشون رو کامل میدونن و به قول معروف رجبی که خودش رو رهبر عقیدتی میدونه، یعنی خودش رو تا جایگاه ائمه میذاره و نمیدونم توی که نشسته یادم میگفت من امام زمانم، میگفت یادم هست که میگفت که من شما نان را میخورید تو قرارگاش هستید، تو نمیدونم آبش را میخورید، اون رو همینجاست تو همین نشسته، کیه چوب اشاره را آور گذاشت زیر چونه خودش. بعد یکی از هم کادرهای سازمان بلند شد گفت که برادر شما که اینطور میگین اینجوری نیست، این امام زمان یه علائم ظهور داره یه فلان، از این حرفا زد که اونو بعد بردن زیر انتقاد شدید که شما چرا اینطوری نشست رو خراب کردی، شما باید میمدی در اثبات حرفای رهبری میگفتید آره امام زمان شما هستید. یعنی خودشو در جای امام زمان قرار میده، در نیشه خودشو پاک و معصوم میدونه و هیچ موقع به قول معروف پاسخگویی خود رو در مقام پاسخگویی قرار نداده و نمیده. ولی خب این تناقض، این پرسش و جوابش برای اون خیلی مشخص و واضحه. ببین سازمانی که با این اوصافی که براتون شمردم، دلیل یکیش هم به خاطر عدم صلاحیت همین رهبریه، به خاطر همینه که ببین یک گروهی هست از اول همه چیز را میخواهد از روح با خشونت و با نمیدونم زور به دست بیاره. خب ببین تو جهانی که الان ما قرار داریم جهانی نیست که با زور و با نمیدونم با مبارزه مسلحانه پیش بره، الان همه مسائل داره با مسالمت‌آمیز با گفتگو حل و فصل میشه. ببین تو الان مسائل جهانی رو نگاه کنی، مسائل سیاسی، مسائل موزلای اجتماعی، همه چیز دارن با مذاکره با راهلهای بحث اوکراین، مثلا جنگ اوکراین دارن با راهلهای مسالمت‌آمیز پیش میرن و کشورهای دنیا، سیاستمدارهای بزرگ جهان همه دارن به سمت راهلهای مسالمت‌آمیز پیش میرن و اصلا پرهیز میکنن و این سازمان اصرار بر این داره و همواره تکیه داره به این راهل و این دلیل اینه که این سازمان نمیتونه توی
این برهه از زمان نه تنها پیشرفت کنه بلکه به بقای خودش ادامه بده. این نشانگر اینه که بالاخره این سازمان در حال نابودی کامل قرار میگیره با این شرایطی که داره. و بعدش هم خب چنین سازمانی که دنبال راه حل همه چی رو با زور میخواد حل کنه و همش به قول معروف راه حل تو لوله دهانه لوله سلاح میبینه، دهانه لوله سلاح یک موقع گل و بلبل و صلح توش در نمیاد که، همش همش چی میاد توش؟ خونریزی، کشت و کشتار. و ما میبینیم که تو این تاریخچه سازمان با این کارنامه رجوی رو نگاه کنیم، همواره برای فرار از پاسخگویی، برای حفظ جان خود، نیروها را سفر بلای خودش کرده و تو هر برهه تعدادی را به کشتن داده و خودش را از معرکه بدر برده و هیچ پاسخگویی نکرده. ببینید شما نگاه کنید، این ما الان سال 60 رو نمیریم، همین اواخر تو الان شما داشتین راجب اون 7 نفر میگفتین، همین 19 فروردین که اون قائله ای که تو از حضور شما توی اشرف ایشون 100 نفر نیروی بدون سلاح، نیروی بی‌دفاع را اونجا گذاشته برای حفظ اموال اشرف. کدوم اموال؟ 4 تا آیفای قرازه، 4 تا ساختمون. اینا به بهانه اون این نیروها را با کشتن میده بعد که بیان اینجا مظلوم نمایی بود. بعدش هم میان که یا مثلا یه تعدادی را به بهانه حفظ اشرف با کشتن. و این خانم رجبی همش میومد قبلش خط برگشت به اشرف و از لیبرتی برگشت به اشرف و دنبال میکرد آره ما باید برگردیم، اشرف امترین جای نسبت به لیبرتی خیلی امتره. بعد از اون کشتار دیگه خبری ازش نشد. خب اگر واقعا شما این خط دنبال میکردین اشرف جای امنی بود، پس اون 100 نفر که کشته شدن خب نشان داد که جای امنی نبود. چرا نیومدن که پاسخگو باشن، که اصلا جواب بدن که این خطی رو که بیان بگن اون خطی که دنبال کردیم خط اشتباهی بود، بیان اصلا یه انتقاد از خودشون بکنن. خب این نمونه های اینا زیاده، مثلا بحث نمیدونم فروغ جاویدان، یا بحث اخیراً اومده خطی رو داره دنبال میکنه به نام خط برگشته، چی میگن برگرداندن 10% سلاح‌های ما. آقا من نمیدونم واقعا شما که زمان صدام از اون همه سلاح و تجهیزات برخوردار بودید، نیروهاتونم که تقریبا جوان بودن و سرحال و آموزش دیده و غبراق بودن و از هم پشتیبانی همه جانبه مالی و نمیدونم نظامی صدام هم برخوردار بودید، زمان جنگ هم بود و اون همه امکانات داشتین، نتونستین کاری پیش ببرید. حالا چطور با یک تعدادی محدود آدم مریض و سال خورده که توانه حتی به دست گرفتن یه دونه کلت هم ندارن، چطور میخواهید شما با 10% از اون سلاح ها امنیت اینا رو تأمین کنید؟ خب این خب من نشون میده میخوان تحریک کنن نیروهای گروه تروریستی عراق و بعد بیان دوباره کشت کشتار رو بندازن، دوباره همون سریال تکرار بشه، یعنی بیان باز مظلوم نمایی، باز ادامه بازی. خب ولی هیچ موقع نمیان پاسخگو بعدش باشن که بابا مسبب اصلی ما بودیم، ما بودیم که خط دنبال کردیم، خط برگشت به اشرف رو دنبال کردیم که اون قائله اون حادثه دلخراش 19 فروردین پیش اومد و اون انسان‌های بی‌گناه کشته شدن، بی‌دفاع کشته شدن. هیچ موقع نمیان پاسخگو باشن چون که خودشون رهبری خودشون رو پاک و مبرا میدونن و قول معروف در جایگاه ائمه میشنن و بعدش هم پاسخگو نیستن و نخواهند بود. و اینجا باز جالب اینه که نه تنها پاسخگو نیستن بلکه حتی چیز میکنن، کسانی که اعتراض میکنن یا تناقض هم مثلا مطرح میکنن یا اینکه مثلا سوالی من منتقدینشون و جدا شدگانشون رو تهدید به قتل میکنه آقای رجب، واقعا
جای خنده داره واقعا. مثلا سازمانی که از یه طرف خودش رو طرفدار دموکراسی میدونه، میخواد برای مردم ایران آزادی بیاره، از یه طرف تحمل کوچکترین انتقاد رو نداره. خب ببین توی دنیای دموکراسی خب همه چیز موافق داره مخالف داره، هر مسئله موافق و مخالف داره و باید مخالفین موافقین بیان نظراتشون رو بکنن، با هم مناظره کنن، با هم بحث و گفتگو کنن، حتی با هم ائتلاف میکنن. ولی توی سازمان این خبران نیست. در حالی که میگه من در اوج دموکراسی هستم، میخوام دموکراسی رو بر مردم ایران برمقام بیارم، از این طرف میبینیم کوچکترین تعامل و کوچکترین انتقاد رو از عضو جدا شده خودش نداره، تعامل و کوچکترین انتقاد از داخل نیروهای خودش نداره، حتی داخل سازمان هم اگه کسی انتقاد کنه اون رو میبرن توی اتاق زندانی میکنن، میگن که بشین فکر کن، و طرف اینقدر توی چیز نگر میدارن، توی ایزوله نگر میدارن که مجبور تحت فشار روانی قرار بگیره و مجبور بشه اون نظر خودش رو پس بگیره. خب آیا چنین سازمانی واقعا یعنی میتونه برای مردم ایران آزادی به ارمغان بیاره؟ خب اینه که مردم مثلا جدا از روشنفکران، جدا از جوانان، دانشجویان، تحصیل کرده، مثلا مردم عادی کوچه بازار هم میفهمن که این سازمانی با این اوصافی که ما عرض کردیم نمیتونه برای اونا دموکراسی بیاره. بعد اینکه میبینیم که این سازمان روز به روز داره آف میشه و هی کوچیک و کوچیک شده، الان تبدیل شده به تعداد کمی نیرو توی لیبرتی که در انتظار انتقال به کشورهای خارج هستن، یه تعدادی هم توی آلمانی هستن که خودش هم دنبال اینه که الان یه خط دیگر هم داره دنبال میکنه تحت عنوان خط 1018، میخواد به قول معروف اونجا دنبال کنه این خط و آلبانی رو جایگزین اشرف بکنه توی چیزاش، باید بتونه برای نیروها بگه آره ما هنوز زنده این داریم اشرف همون رو تکثیر میکنیم و از این والا همه میفهمن که شما همون یه دونه اشرف رو نتونستین نگه داریم، حالا چطور میخواین 1000 تا اشرف دیگه تشکیل بدیم؟ خلاصه این وضعیت و اوضاع احوال سازمان بود و این دستگاه تناقض سازمان است که آدم خودشون هم هیچ جوابی ندارن و هیچ جوابگو نیستن و آدم هم میدونن، همه میدونن که واقعا دیگه به قول معروف هیچ جایگاهی تو بین مردم ایران ندارن و کشورهای خارجی هم دیگر روی اینا حسابی باز نمی کنن، به عنوان کارت سوخته هستن. و الان میبینیم مثلا اینا میان در واقع هیاهوی تبلیغاتی را میدازن، نمیدونم از این خبرهای این ور و اون ور پخش میکنن، هیچ اهمیتی به خبرهای اینا نمیدن و هیچ توجه به اینا نمی کنن و اینا به قول معروف خودشون هم میبینن که دیگه هنایشون رنگی نداره و دارن به سمت فروپاشی کامل میرن و در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتن. من در اینجا دیگه عرایزم تموم شد، اگه چیزی ندارید من خداحافظی کنم که دوستان دیگه اگه خواستن بیان. بسیار ممنونم از شما. تو این فاصله ای که میریم سراغ آقای تاج بخش، یک ویدیویی هست که بارها نشون دادیم ولی نشون میده که رفتار سازمان مجاهدین با اقوام و دوستان اعضایش چگونه بوده و هست، اون رو با هم نشون میدیم. بازم از شما ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. منم از شما تشکر میکنم که وقت در اختیارمون قرار دادید و همچنین از شنوندگان محترم تلویزیون مردم تشکر میکنم که حوصله به خرج دادن و به عرایض بنده گوش دادن. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، با آقای علی جهانی بودیم از آلمان، ایشون فعال حقوق بشر هستن از کانون قلم آلمان. بریم با هم چند دقیقه این فیلم کوتاه رو ببینیم. توی این فاصله من تماس میگیرم با آقای تاج بخش و برنامه رو با ایشون پی میگیریم. مرسی.
میذارم بچه‌مو. چرا وقتی بچه‌مو میارم پشت تلویزیون به من میگی تو مزدوری، تو اطلاعاتی هستی، تو بسیجی هستی، تو نامادری منی؟ من میدونم، من از حالتهای بچه‌م میفهمم، میفهمم اون اصلی، میفهمم اونو تحریک کردم بر علیه من، تحریک کردم بر علیه من، حرف بزنه من از اینجا برم. شما به فروزنده عزیزم، مادرت اینجاست، با سختی آمده فقط تو ببینه. حسنان مایی برادرت موسا اومده ببینم. آمه محسن مرتضوی برادرت هم امین عبدالی، امین عبدالی برادرت هم بعد از بیشت ششن اومدم شما رو ببینم. شام جان و با سختی آمدم ببینم به دستیزم. تو خدا محسن جان، محسن حسن کابیار، منم لیلا، لیلا خواهره، تنها خواهره، خواهش میکنم یا ببینم 15 روز اینجا پشت این میلا فقط ببینم بشناسم تو رو خدا، خاک پات میبوسم. علی یوسفی برادر نامده دادا، آی دادا سسی اشلیسا تکر علیزاده دیگه پیر شدم، یه طاقت اون ندارم، دوباره برم از تقیقت کردم، بیا ببینم تا نبینم از اینجا نخواهم. Jawab ini.